وزیر خارجه آمریکا و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نسبت به تداوم خروج جمهوری اسلامی ایران از تعهدات هسته‌ای خود تحت برجام ابراز نگرانی کردند جزئیات بیشتر در گزارش سیران شرفی وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به بلژیک برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار داشت در پی این دیدار آنتونی بلینکن و جوزپ بورل اعلام کردند که برنامه جامع اقدام مشترک برجام با وجود مشکلات موجود همچنان یک دستاورد اصلی دیپلماسی چند جانبه است و بر حمایت کامل از تلاش آژانس بین انرژی اتمی جهت نظارت مستقل بر تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کردند ساعتی پیشتر وزیر خارجه ایالات متحده در جریان یک کنفرانس خبری در مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل در پاسخ به پرسشی در مورد ایران گفته بود ما خیلی واضح گفته ایم که راه دیپلماسی باز است و وقتی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که میخواهد تمامی طرفهای برجام را گرده هم آورد تا ببینیم چگونه می به اجرای تعهداتمان تحت برجام بازگردیم ما پاسخ مثبت دادیم و تا به امروز ایران تصمیم گرفته است که تعامل نکند. آنتونی بلینکن افزود همانگونه که گفته ایم توپ در زمین آنهاست و باید دید آیا میخواهند راه دیپلماسی را انتخاب کنند و به اجرای تعهدات خود در قالب این توافق بازگردند یا خیر سیران شرفی صدای آمریکا.